صحبا بارگزه از دوشیزگان ورزشکار در هرات است. آسمان سگ صحبا بارگزه بود که همیشه او را همراهی می کرد. اما صحبا بارگزه می گوید هنگامی که با خانواده برای تفریح به بخشهای شمالی شهر هرات رفته بود، مردان تفنگدار سگش را در برابر چشمانش تیر باران کردند. دست آسمان را گرفت، از بغل او کشید، گفت دختر را چی به سگ؟ برای گفتم تو حال که او کشتی حداقل بگذار او ببینم، بگذار برای آخرین بار او ببینم، بگذار خود به او همین جور چال میکنم. صحبا بارگزه که در باشگاه ورزشیش کودکان را کاراته و دوچرخه سواری میآموزاند، پس از این رویداد باشگاهش را به فروش گذاشته است و میگوید که برای همیش کشور را ترک خواهد کرد. وقتی ما به مملکت خود خواهم نیت نداشته باشیم، وقتی ما از مردم خود خواهی توقع نداشته باشیم، دیگه واقعا موندن به اینجا بیفایده است. من دیگه نمیتونم اینجا فعالیت کنم. ورزشکاران این باشگاه از این رویداد و نیز از اینکه صحبا بارگزه آنان را رها خواهد کرد غمگین هستند. خیلی سخته، مثلا استاد ما از ما دورشن، چون تقریبا 10 سال ما خود از اون کار میکنن. خیلی به غمگین میشم که ما دیگه نمیتونیم تمرین کنیم و به خاطر که دیگه استاد زنی هم به افغانستان به هرات نیست. صحبا بارگزه بیش از 300 دختر را کاراته و دوچرخه سواری آموزش میدهد. این بانوی ورزشکار به علت آنچه که تهدیدهای گروه‌های مذهبی و محدودیت‌های اجتماعی می‌خواند، با لباس پسرانه در شهر هرات دوچرخه سواری می‌کند.